به قسمت سوم پک مقدماتی 3D Max خوش اومدید و تو این بخش خیلی سریع میخوایم بریم یه چند تا مودیفایر پرکاربرد رو یاد بگیریم و بعدش با هم یک آرامگاه یا مقبره رو مدل سازی بکنیم. خب من میام توی نمای پرسپکتیو آلتو دبلیو رو میزنم که نمام بزرگ شه، یک باکس اینجا رسم میکنم، یه باکسی که به عنوان ستون میخوام داشته باشمش اینجا، شیفت و جی رو میزنم برای اینکه این خطوط بره و میام توی مودیفای، F4 رو میتونم بزنم که سگمنت ها رو ببینم. خب اولین مودیفایری که میخوایم باش آشناشیم مودیفایر بنده که یک اشاره کوچیکی رو بهش کرده بودم سری قبلی. مودیفایر بند مودیفایر خمش هستش توی مدل سازی ما. خب ببین چجوری میتونیم به مودیفایرها دسترسی داشته باشیم؟ شما زمانی که یک حجمی رو انتخاب میکنید میایید توی قسمت مودی، ببخشید، میایید توی قسمت مودیفای و میایید توی مودیفای لیست. اینجا اگه کلیک کنید لیست مودیفایرهای ما باز میشه که خیلی از این مودیفایرها قابل استفاده هستن، یعنی پرکاربرد هستن، که یکی از پرکاربردترینشون مودیفایر بنده. خب من اینجا مودیفایر بند رو باید سرچ بکنم. ببینید من این رو باز میکنم، اینجا بی ای رو بزنم، اگه بنده واسه من میاد روش کلیک میکنم که انتخاب بشه. الان بنده من در واقع روی این حجم من نشسته. خب توی قسمت انگل مقدار خمشی که میخوام به این حجم رو بدم رو میتونم در نظر بگیرم. مثلا من اینجا بزنم 90، 90 درجه واسه من این رو خم کن، اما ببین نمیتونه خم کنه. گیزمو، این بهش میگن گیزمو، این حجمی که من دارم از این به شکل نارنجی میبینم، گیزمو من 90 درجه چرخیده ولی حجم من نچرخیده. چرا؟ به خاطر اهمیت سگمنتی که بهتون گفته بودم. پس میام اینجا زیر این مودیفایر بند یک بار کلیک میکنم روی باکس و مقدار سگمنت های ارتفاع رو بالا میبرم، مثلا میذارمش روی 50، درسته؟ حالا دوباره میام روی بند. خب روی بند اینجا گفتم 90 درجه واسه من بچرخ، یا میتونم بهش بگم 180 درجه واسه من بچرخ، یا اصلا هر چیزی. میخوام بگم که این خمش واسه من تو هر عددی که دلم میخواد نگه داره واسه من، و خیلی از حجمای مختلف رو من میتونم با مودیفایر بند بسازم. توی قسمت پایینش یه دونه گزینه به اسم دایرکشن. دایرکشن مقدار چرخشش از بیس این کاره. ببینید من مثلا میتونم بگم اینجوری بیا واسه من این رو حتی بعد اینکه خمش دادی توی این محور بچرخون، حالا هر اندازه‌ای که من بخوام میتونم این خمش رو براش داشته باشم. کنترل زد میزنم. خب ببینید توی قسمت پایین میاد میگه آگه توی قسمت پایین میاد میگه که من توی محور زد خمش رو انجام بدم، توی محور وای انجام بدم که نمیشه چون سگمنت نداریم، یا توی محور ایکس این کار رو انجام بدم. خب من میام روی زد، یه بار دیگه میام روی باکس و سگمنت های عرض و طولم رو هم زیاد میکنم، مثلا میذارم 20 و 20. این سگمنت هم الان خیلی زیاد شد. حالا میام دوباره روی بند و اینجا میگم توی محور وای واسه من خمش رو انجام بده. ببینید این رو به این شکل واسه من خم کرده. الان میتونید خیلی راحت تر متوجهش بشید. ببینید چه حجم هایی رو میتونیم باش در بیاریم. ببینید کامل چی داره خم میکنه کار من رو. یا توی محور X این کار رو واسه من انجام بده. ببینید تو محور X واسه من این کار رو انجام میده و این حجمم رو واسه من خم میکنه، ولی پیشفرزش روی محور Z هستش. من این رو فعلا میذارم روی 180 و میام قسمت پایینی. خب یه دونه گزینه داریم به اسم لیمیت افکت، فعالش میکنم. لیمیت افکت به من میگه که از کجا تا کجا رو خمش بدم بهش. خب من میگم از صفر، مثلا این عدد رو ما تا فکر میکنم، بذار ببینم اگه اشتباه نکنم، ببخشید، البته اینجا ما لابل لیمیت داریم، آپل لیمیت داریم. لابل لیمیت رو میذاریم روی صفر، میگیم از صفر مثلا تا بیا تا 90 درجه واسه من چرخش بده. بذار ببینم این 90 رو میتونم بهش بدم، البته 90 خیلی زیاده اینجوری، این به متر. خب الان من باکس من چقدر بود ارتفاعش؟ ارتفاعش 49 سانته. چرا کمه؟ بذار من درستش کنم این باکس رو. عرض و طولش رو بذارم روی نیم، ارتفاعش رو بذارم روی 5. الان خب مناسب تر شد. حالا میام توی بند میگم اینجا رو واسه من تا 5 متر خمش رو ایجاد کن. بذار کمترش کنم، بذاره بیشترش کنم، کمترش کنم. اگه خب ببینید اینجا رو بذارید من روی بند یک بار کلیک کنم مثلا متوجهش کامل بتونیم بشیم. F3 رو بزنم، اگه روی این بند یک بار کلیک کنم ببینید یه دونه ما اینجا دو تا
مربع فرم میبینیم، حالت سیکشن میبینید، یه دونه اینجا یه دونه اینور. توی قسمت لاور لیمیت این اولی است، میگه از اینجا تا این قسمت واسه من بیا خمش رو ایجاد کن روی 1.9 مثلا. الان من هر چقدر بیشترش بکنم میاد در واقع از قسمت بالاتر این حجم دیگه، درسته؟ پس من میتونم حجم های مختلفی رو از این روش بسازم، مثلا بیام بگم بیا اصلا خارج از این کار رو انجام بده، یا بیام داخلتر. میبینید کاملا میتونم این خمش رو من انجامش بدم، یا اینکه نه بیام روی بند یک بار کلیک کردم بیام با موف این رو جابجا بکنم. ببینید چی میشه، من میتونم این کار رو هم بکنم حتی به این سمت. ببینید کامل میتونم حجم های خیلی مختلفی رو با این مودیفایر من در بیارم. پس هم میتونیم از مقدارهایی که اینجا داریم استفاده بکنیم و هم میتونیم روی بند کلیک کنیم که اینجوری حالت زرد رنگ به خودش بگیره و با موف کردن حجمی که میخوایم بهش برسیم رو برسیم بهش. این از مودیفایر بندمون. من این رو اگه بخوام دلتش بکنم بند رو نمیتونم بیام روش کلیک کنم دلت کیبورد رو بزنم، کلا حجمم حذف میشه. بعد روی مودیفایر کلیک کنم و اینجا ریموو مودیفایر فرام د استیک رو بزنم، اینجوری مودیفایر بند من حذف میشه. اف رو دوباره میزنم، میایم سراغ مودیفایر بعدی که به اسم مودیفایر تویست تی دبلیو رو میزنم. اینجا مودیفایر تویست رو دارم روش اعمال میکنم. مودیفایر تویست مودیفایری برای پیچش حجم های سبودی ماست. خب چیکار میکنه؟ یه دونه انگل داره، من مقدار انگل رو میام زیاد میکنم. ببینید چه اتفاقی میفته، حجم من رو میچرخونه برای من. میبینید کاملا شبیه یک پیچ یا شبیه یک برج پیچنده میاد این کار رو واسه من انجام میده و میبینید که چقدر جذاب میتونه حجم من رو تغییر بده به اون شکلی که من میخوام. یه دونه بیس هم داریم، اگه بیس رو من تغییر بدم بیس مقداری که از قسمت پایین تا بالا هست رو کنترل میکنه این به چه شکلی بچرخه، مثلا بیاد از اینجا به بعد بچرخه. متوجهید؟ این میاد اون مقدار بیسش رو مشخص میکنه که چه جوری باشه. خب این هم میتونه توی محور وای توی محور ایکس بچرخه، ولی اصولا توی محور زد کار درستی رو انجام میده. دوباره اینجا لیمیت افکت داریم، من مقدار بیاس رو میذارم روی صفر و میام لیمیت افکت رو فعال میکنم. یک بار روی تویست کلیک میکنم، دوباره مثل افسر رو میذارم که بتونیم ببینیم. دوباره ما ببینید یه دونه لاور لیمیت داریم، یه دونه آپل لیمیت داریم. لاور لیمیت رو روی صفر میذارم یا اصلا میذارمش روی یک، یاد روی یک این اومد روی یک. مقدار آپل لیمیت رو میذارم روی دو. ببینید چه اتفاقی میفته، F4 رو میزنم، F3 رو میزنم، ببخشید F4 رو بزنیم، اصلا بذار F4 رو نزنیم که بتونیم ببینیمش. خب حالا من مقدار انگل رو تغییر بدم. ببینید تو این محدوده ای که ما مشخص کردیم فقط میاد این پیچش رو انجام میده، مقدار لاور لیمیت و آپل لیمیت. یعنی ما خیلی ستونهای مختلفی رو میتونیم از این روش استفاده کنیم. یه ذره اگه حالت شکسته داره کافی که بیام توی باکس مقدار سگمنت های ارتفاع رو بیشتر بکنم، ببینید که حجم من کاملا ترتمیزتر میشه و خیلی بهتر میشه. حالا این نکته جالب رو بهتون بگم، اگر روی تویست اینجا کلیک کنم، کلیک راست کنم، کپی رو بزنم و یک بار دیگه رو همین کلیک کنم، کلیک راست کنم، پیست رو بزنم، دو تا الان تویست دارم. حالا اگر روی تویست بالایی کلیک کنم و با موو جابجاش بکنم میتونم دو تا پیچش به این ستونم بدم، یا سه تا بدم، یا چهار تا بدم، هر چقدر که دلم بخواد میتونم به این من تویست بدم یا هر مودیفایر دیگه ای. پس ما میتونیم مودیفایرها رو کپی پیست بکنیم و توی یک حجم از چند مودیفایر استفاده بکنیم. یعنی الان من میتونم اینجا هم تویست رو داشته باشم، هم بیام اینجا توی مودیفایر لیست بند رو بهش بدم، بگم توی این بند من مثلا 180 درجه هم بند شو بچرخ. ببینید چه قشنگ من میتونم سری حجم ها رو با هم دیگه ترکیب کنم با ترکیب مودیفایرها و خیلی راحت میتونیم کار رو انجام بدیم. این هم از مودیفایر تویستمون. بریم سراغ مودیفایر بعدی به اسم تیپر. شما فکر کن مثلا این یک ستونه، میخوای یک سر ستون براش داشته باشی یا یک پای ستون باش داشته باشی. من این رو بیارمش بالا میذارم، اسنپ رو فعال میکنم، زمانی که روی زد هستم از این گوشه میگیرم، میگم به این گوشه کیپ شو، کیپ میشه به این گوشه، ارتفاعش رو میذارمش روی یک متر مثلا. این ارتفاع این یک متره. حالا مودیفایر تیپر رو بهش میدم. ببینید تیپر، مودیفایر تیپر چیکار میکنه؟ یه قسمت امونت داره، یه قسمت کرو داره. امونتش رو زیاد میکنم، ببینید میتونه ته کار من رو پهن کنه یا باریک بکنه، این بستگی خودمون داره. و قسمت کروش میتونه بهش شکل منحنی بده. ببینید چه سرستون قشنگی میتونم باش در بیارم، یا برعکسش بکنم بیاد برعکس کروم بده. ببینید
انواع اقسام من سرستون یا پای ستون رو میتونم با این مودیفایر تیپر در بیارم، یا حجمای دیگه میتونم صندلی باش در بیارم و خیلی کارهای دیگه میتونم باش بکنم، درسته؟ پس این مودیفایر تیپر هم مودیفایر خیلی پرکاربردی میتونه واسه ما باشه. و اینجا دوباره تیپر اکسیز داره که توی کدوم زاویه بیام این کار رو برات انجام بدم، توی زد انجام بدم، وای انجام بدم، زد وای انجام بدم، توی این قسمت انجام بدم، کامل این رو من میتونم بیام کنترلش بکنم. و دوباره اینجا لیمیت افکت داره و این رو هم یاد گرفتیم با هم دیگه. میگیم از صفر مثلا تا بیا این بالا تا اینجا، مثلا ببینید چی شد، از اینجا به بعدش کاملا صاف قرار گرفت واسه من. پس خیلی کارها رو من میتونم باهاش انجام بدم که حجمای متفاوتی رو باهاش در بیارم. یه مودیفایر دیگه تو لیستم نیست ولی میخوام بهتون بگم، چون این رو دیدم به یک حجم خاصی رسیدم، میارمش پایین میذارم، یعنی کپی ازش میگیرم، میام اینجا و روی باکس میام F4 رو میزنم، تعداد سگمنتاش رو کمتر میکنم، میذارم مثلا روی 5 در 5 در مثلا 10، یه همچین سگمنت هایی به هم بده. یه مودیفایر داریم به اسم لیتیس، میام توی مودیفایر لیست، تیپر هم هستش، میام مودیفایر لیست یک لیتیس بهش میدم، ببینید لیتیس امبال میکنم بهش، ببین چه حجمی رو به هم میده. میتونم از این به عنوان یک دکوری استفاده کنم، میتونم روش بیام یه باکس بکشم تبدیل بشه به یک میز، یا یک باکسی بکشم اندازه خودش تبدیل بشه به یک صندلی مدرن. حالا توی لیتیس چه مودیفایرای چه مقادیری رو میتونیم کنترل کنیم؟ اینجا به من میگه که فقط میخوای ورتکس ها رو بهت نشون بده، یعنی فقط بیاد نقطه ها رو به من نشون بده. ببینید فقط نقطه هاست دیگه، هیچ خطی بینش وجود نداره. مثلا میتونید از این روش برای ایجاد الماس هایی که روی لوستر هستن استفاده کنید، یا بیاد فقط به من ایج ها رو نشون بده، یعنی فقط خطوط رو بیاد به من نشون بده، یا جفتش رو به هم دیگه به من نشون بده. مثلا من الان فعلا میذارم روی خطوط فقط ایج، توی قسمت پایینش یه دونه اند کپ داره، ببینید باز اینجا اند کپ رو میزنم بسته میشه، یه اسموس هم داره، اسموس رو میزنم که نرمتر بشه حجم من، ببینید نرم شد. حالا اینجا سگمنت هم داریم ما، سگمنتاشو بیشتر میکنم که حجم من باز نرمتر بشه، ردیوسش رو میتونم کنترل کنم، ببخشید خیلی ریز شد، مثلا ریدوسش خیلی باریکتر بشه، خیلی نازکتر بشه. میبینید چقدر قشنگ شکل خوبی پیدا کرد، قفس شبیه قفس شده. حالا میتونم یه ذره میگم روش خلاقیت به خرج بدیم، تبدیل به دکوریش بکنیم، تبدیل به میزش بکنیم، تبدیل به صندلیش بکنیم، هر چیز دیگه ای. تعداد سایت ها رو میتونم مشخص کنم که چقدر سایت داشته باشه. اینجا F4 رو میذارم که ببینید منظورم از سایت چیه. ببینید این حجم من الان به این شکل بود، حالت شکسته داشت، ولی چون اسموس رو زده بودم شکستگی رو برداشته بود. حالا میتونم تعداد سایدش رو زیادتر بکنم که حجم من گردتر بشه. میتونم اینجا میشه حالت بود رو بذارم، یعنی هم ورتکس هم سگمنت، و بیام توی قسمت پایین مقدار ردیوس این ورتکس ها رو هم کنترل کنم، مثلا اینقدر باش. حالا بیا یک مقدار زیادتر شو، تعداد سگمنتش رو بیشتر بکنم، دایره بشو، ببین چقدر قشنگ شد. چقدر حجم های خوبی ما میتونیم از این مودیفایر ها به دست بیاریم. حالا همین رو بهش اینو تویست بدیم چی میشه؟ یه تویست بهش بدم، یک مقدار انگلش رو تغییر بدم، ببینید چه حجم هایی میشه باش در آورد. خیلی راحت ما میتونیم با اشکال سه بعدی و این مودیفایر هایی که دارم بهتون میگم حجم خیلی پیچیده ای رو در بیاریم، خیلی خلاقیت میتونیم به خرج بدیم. و ازتون میخوام که میگم این خلاقیت رو به خرج بدید، فکر کنید و ببینید چه کارهایی میشه باهاش کرد، و این کارها رو انجام بدید و توی گروه بفرستید که برای بقیه هم یه انگیزه بشه و جذاب باشه برای شما و برای بقیه. حتی من هم مطمئنا خیلی خوشحال میشم اگه توی شما این خلاقیت رو ببینم. خب این هم از مودیفایر تویست، البته بخش لیتیس، بذار من لیتیس بیام ببینم گزینه دیگه داشت که بهتون بگم. یه اسموس داره که اسموس برای بهتون گفتم، و نه گزینه دیگه هم نداره، این رو هم دلتش میکنم. این از مودیفایر هایی که ما اینجا یاد گرفتیم. حالا با این مودیفایر ها و دستورات قبلی که یاد گرفتیم میخوایم یک آرامگاه رو ما شبیه سازی بکنیم. خب چیکار میکنیم اینجا؟ من زد رو میزنم برم محور مختصاتم، اوکی. اینجا میام توی ابزارهای سبودیم، توی قسمتی کریت استاندارد پارامتر، یک باکس اینجا من میکشم، ببینید به این شکل یک باکس رسم میکنم. F4 رو میزنم، چون سگمنت ها رو به باکس قبلی داده بودیم، سگمنت ها به صورت پیش فرض روی حجم قبلی ما میمونه. حالا باید بیایم اینجا مودیفایر توی قسمت مودیفای و تعداد سگمنت هاشو که نیاز نداریم رو کمش بکنیم. من میذارم روی 1 و 1 و 1 و 1. خب
این پارامتراش یه ذره واسه من تغییر کرده، برای همین محور مختص رو درست نمیتونم تشخیصش بدم. میام روی اسنپ دوباره کلیک راست میکنم، توی قسمت هوم گرید میرم و گرید اسپیسینگ رو روی 1 متر میذارم. من نمیدونم چرا انقدر دارم جدیدن توپق میزنم. خب این رو مشخص میکنم، میگم مثلا این مقبره من میخوام بیس کارم 10 متر در 10 متر باشه، بزرگ باشه، مقبره بزرگی دوست دارم باشه، 10 متر در 10 متر. ارتفاع این مقبره، یعنی ارتفاع این پله، در واقع میخوام از این به عنوان یک پله استفاده کنم، بیاد روی 10 متر. البته زیاده، انصافا اغراق داریم میکنیم. بذاریم روی 6 و 6 و ارتفاعش هم بذاریم روی 20 سانت نقطه 2. ارتفاع کف پله 20 سانت میخوام باشه ارتفاعش. خب میام توی نمای تاپ زد رو میزنم، زوم شه روی حجمم، از اسکیل روی اسکیل یک بار کلیک میکنم، میخوام ازش کمک بگیرم برای اینکه بخوام حجمم رو کپی کنم. خب میام تو این قسمت که وای و ایکس، یعنی ارتفاع من رو تغییر نده، فقط بیاد تو محور عرض و طول این باکس من رو تغییر بده. شیفت رو نگه دارم که یک کپی بگیرم. میبینید تقریبی میام مثلا میگم اینقدر کف پله من باشه، اینجا اینقدر باشه، اوکی. دو تا هم ازش کپی بگیر، نمیخوام این اینستانس هم باشه، کپی بگیر، درسته. حالا این دو تا باکس داخلی رو میگیرم، میام میارمش بالا به این شکل، روی این بالایی مثلا کلیک میکنم، یا با اسنپ میام مثلا میارمش بالاتر یه ذره، با اسنپ اس رو میزنم که اسنپم فعال بشه، میگم از این گوشه بیا تا این گوشه بچسب موس من که دقیقا کیپشه روی کارم، یا نه میام مثلا روش کلیک میکنم. از این قسمت خب میدونم هر کدوم از اینا 20 دیگه، این الان روی 60 باید بیاد، روی 40 باید بیاد، نقطه 40 رو میزنم که دقیقا بیاد روی کار من بشینه. این از پله های من، مودش رو هم میذارم رو کلی که راحت تر بتونم ببینمش به این شکل، و میام توی سرور کریت. اینجا از یک باکس کمک میگیرم برای اینکه بخوام در واقع این ستونهای این مقبرم رو بکشم. اس رو میذارم که از اسنپ خارج شم، چون بعضی موقع مشکل ساز میشه برای من. ببینید الان مثلا من میخوام این وسط بکشم، خودش میاد به صورت پیش‌فرض این گوشه رو میگیره. اس رو میزنم که از حالت اسنپ خارج شم، میام روی باکس کلیک میکنم، اتو گرید رو فعال میکنم که بتونم روی این سطح باکسم رو بکشم، و میام اینجا یک باکس به این شکل رسم میکنم.